درود به دوستان کانال یوتیوب دلتا مدیا. امیدوارم لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. امروز می‌خوایم در کانال یوتیوب دلتا مدیا راجع به حقیقت شکستن قلب در علم پزشکی صحبت کنیم. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا را سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید تا شما را با جدیدترین مطالب و سرگرمی‌های روز دنیا آشنا کنیم. امروز می‌خوایم در کانال یوتیوب دلتا مدیا در رابطه با حقیقت شکستن قلب در علم پزشکی صحبت کنیم. آیا می‌دونستید شکستن قلب در علم پزشکی حقیقت داره؟ یعنی وقتی ناراحت میشید و دلتون میشکنه، قلب شما اذیت میشه و این فرایندی هستش که احتمالاً توسط مغز انجام میشه. این نتیجه تحقیق دانشمندان سوئیسی در رابطه با وضعیت نادری به نام سندرم قلب شکسته هستش. این نارسایی خیلی سریع رخ میده و زمان اون معمولا پس از یک وقعه استرسا یا احساسی مانند سوگواری اتفاق میفته. البته در رابطه با این قضیه اطلاعات زیادی در دسترس نیست، ولی نشریه قلب اروپا میگه که مغز در واکنش نسبت به استرس نقش مهمی ایفا میکنه. میخواهیم بدونیم که سندرم قلب شکسته چی هستش و در چه مواقعی اتفاق میفته. این سندروم به نام سندروم تاکاتوسوبا هم شناخته میشه. دلیل این نامگذاری شکل قلب افراد دارای این شرایط هستش که به کوزه‌ای ژاپنی هم به همین نام شباهت داره. دلیل سندروم قلب شکسته میتونه شوکه شدن فرد باشه. این بیماری با حمله قلبی ناشی از انسداد عروق متفاوت هستش، اما شباهت‌هایی هم به اون داره، از جمله تنگی تنفس و احساس درد در قفسه سینه. اغلب یک واقعه ناراحت کننده عامل شروع بیماری هستش، اما اتفاقات خیلی هیجان انگیز مانند عروسی یا پیدا کردن شغل جدید هم میتونه با اون مرتبط باشه. البته شاید بیماری موقتی باشه و عضلات قلب پس از چند روز بتونن خودشون رو بازسازی بکنن، ولی برای برخی این نارسایی میتونه منجر به مرگ هم بشه. گفته میشه در بریتانیا سالانه حدود 2500 نفر به این بیماری مبتلا میشن. البته هنوز دلیل قطعی این بیماری مشخص نیست، اما دانشمندان معتقدن که میتونه با بالا رفتن میزان هورمون‌های استرس مانند آدرنالین هم مرتبط باشه. یه تیم پزشکی در بیمارستان دانشگاه زوریخ فرایندی که در مغز 15 بیمار مبتلا به قلب شکسته رخ داد رو زیر نظر گرفتن. اسکن‌های مغزی نشان از تفاوت‌های قابل توجه بین اونها و اسکن مغزی 39 فرد سالم رو نشون داد. در مغز 15 بیمار مبتلا به قلب شکسته که در کنترل احساسات دخیل بودن، همکاری کمتری با قسمت‌هایی که اعمال ناخودآگاه یا خودکار مثل ضربان قلب رو کنترل می‌کنند دیده شد. اینها قسمت‌هایی از مغز بودند که تصور می‌شد واکنش ما انسان‌ها رو نسبت به استرس بتونن کنترل کنند. تیم پزشکی در نهایت اعلام کردند که احساسات در مغز پردازش می‌شوند و بنابراین منطقی هستش که بیماری در مغز ایجاد بشه و تأثیر اون تا قلب ادامه پیدا بکنه. دوستان عزیز، امیدوارم مراقب قلب‌های مهربونتون باشید. و در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید.